سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون آریا، من رامین محسنی هستم. امروز ما برنامه جدیدی رو با حضور خانم انصاری عزیز آغاز میکنیم در تلویزیون آریا که سعی میکنیم هفتگی باشه و منظم باشه. و خانم انصاری، سلام، سهیل انصاری هستم. خوشحالم که در خدمت شما هستیم و همجور که آقای محسنی گفتن از این هفته سعی میکنیم هر هفته در خدمت شما باشیم با اطلاعات جدید و مطالبی که مورد توجه شما باشه و مثل قبل بتونین از این اطلاعات استفاده کنیم. حرف زیاده، نمیدونیم از کجا شروع بکنیم، ولی از جایی که میشه شروع کرد از خود تلویزیون آریا اگه موافق باشین، من اول یه خود یک توضیحاتی بدم که به اصطلاح چه برنامه ما داریم. و بعضی از دوستان فکر میکنن که تصور میکنن برنامه فقط اینترنتی هست. نه، ما الان 3 ساله که در واقع از تلویزیون کانادا از چند کانال برنامه همون داره پخش میشه، از کانال مالتی کالچرال که متعلق به شرکت شاه هست، هم روی کیبل راجرز تلاس هم روی کیبل شاه برنامه‌مون پخش میشه. عرض به خدمتتون که کانال آمنی هم الان حدود 1.5 سال هست که ما برنامه‌مون داره پخش میشه و من ساعتش و اینها رو در واقع خواهم گفت برای بینندگان. ولی 4 برنامه هفتگی هستش: برنامه آریا تیوی، برنامه نیم ساعته، همین برنامه که برای چهارشنبه شب و ساعت 8:30 ما در نظر گرفتیم با حضور خانم انصاری، برنامه 1 ساعته آریا تیوی هست که روزهای شنبه و چهارشنبه از ماه سپتامبر از کانال آمنی پخش میشه که اون برنامه تایمش بیشتره و متنوع‌تره. برنامه دیگری داریم به نام پرشن کانادا که برنامه هستش که به ایونت ها و برنامه های در واقع عرض به خدمتون که رویدادهای فرهنگی و اجتماعی که و همینطور برنامه های اطلاعاتی و آموزشی مثل برنامه خودتون، برنامه وایت بورد که شما دارین، اختصاص دادیم اون برنامه رو داریم. و برنامه ایرانیان میوزیک هستش که اون هم ما سعی میکنیم درش هم میوزیک ویدیوهای جدید در واقع ایرانی رو پخش بکنیم، همین که موسیقی هایی و اجراهای موسیقی هایی که اینجا توی ونکوور خود تلویزیون آریا ضبط میکنه اونها رو در واقع ارائه بکنیم، و یا موزیسین ها و هنرمند های ایرانی کانادایی و یا بعضی وقتا هنرمند هایی که توی امریکا فعال هستن یا بعضا به ندرت در اروپا، اونها هم در واقع ما نشون میدیم. خلاصه ماجرا اینه که 4 برنامه هست. حالا من روی وبسایتم میرم براتون در واقع یک توضیحاتی خواهم داد. مدتی شما حضور نداشتین، برنامه وایت بورد چی شد خانم انصاری؟ من به شدت مدرسه و کارهایی که میکردیم واقعا سرمون خیلی شلوغ بودش انصافا، و مشغول جمع‌آوری اطلاعاتم برای برنامه‌های بعدیمون بودم. من به هر حال بیکار نمیشینم، به شما که میشناسین منو. فقط یه چیزی میخواستم تو صحبتتون اضافه کنم، شما صفحه فیسبوکتون هم هست که اگر دوستان جوین بکنن تمام این اطلاعات رو میتونن که هر هفته یا هر روز البته روی این صفحه نگاه بکنن و شیر بکنن با بقیه دوستانشون در اقصا نقاط دنیا. این هم خواستم فقط بگم. حتما همینطوره، ما برنامه رو سعی میکنیم بیشتر ویدیوها رو تو اینترنت بذاریم و میبینن خب دوستان خیلی، مخصوصا توی فیسبوک جامعه ایرانی، ایرانی کانادایی، ایرانی امریکایی و ایرانی ایرانی از خود ایران، بله، روی فیسبوک بیشتر میبینن ویدیوهای ما رو. توی یوتیوب ما کانال در واقع خیلی فعالی داریم. من حالا میخواستم برم روی این وبسایت آریا تیوی اگه موافق باشین حتما یه توضیحاتی بدم برای بیننده ها، چون احساس میکنم که شاید دیده نشده، خیلی کم بهش توجه کردن. اگر که لطف کنن دوستان در اتاق فرمان بیان با یه سرچ ساده، بله ببینید ما تا میزنیم آریا تیوی همون لینک اول میاد و به اصطلاح تلویزیون آریا در کنار این وبسایت ما هست. خیلی از برنامه ها ویدیوهاشون رو گذاشته میشه و همینطور ما
پخش زنده هم داریم. درسته. برنامه رو پخش زنده میکنیم از یوتیوب، کانال یوتیوب آریا تیوی، آدرسش هست youtube.com/aria-tv-canada که ویدیوها مرتب اونجا گذاشته میشه و همونجوری گفتم لایو هم پخش میشه. خود وبسایتمون هم در واقع پخش قسمت پخش زنده داره. یه لحظه اگه ممکنه نشون بدین. بله، این صفحه خود وبسایت هست و دو تا پنجره متفاوت داریم برای نمایش لایو. همونجوری که میبینید بخشی از ویدیوها اینجا هست، ولی من خود برنامه ها رو اگه موافق باشین اینجا توضیح بدم. ما همونجوری که گفتم 4 برنامه هفتگی داریم. بله. خود برنامه آریا تیوی نیم ساعته هست که شنبه ها ساعت 3:30 بعد از ظهر و 4 شنبه ها ساعت 8:30 شب از کانال مالتی کالچورال شا پخش میشه که بینندگان در بریتیش کولومبیا و از امسال در آلبرتا هم برنامه ما رو میبینن. این یه خبر خیلی خوبی هستش که بله، به خاطر یه تغییراتی که توی کانال تلویزیونی شا انجام شد و تقریبا غرب کانادا رو ما الان بیننده‌های ایرانی کانادایی میتونن به برنامه ما چقدر عالی دسترسی داشته باشن و توی کلگری توی ببینن برنامه بله، آلبرتا اونجا بله، ببینن برنامه رو، ادمونتون، همه اینا اونجا پخش میشه. بعد عرض به خدمتتون که برنامه آریا تیوی یک ساعت شنبه ساعت 9 صبح و پنج شنبه ساعت 12 از کانال 8 شا و 119 تلاس پخش میشه. کانال آمنی چنل هست. آمنی یکی از کانال های تلویزیونی خیلی مهم کانادا هست، کانال مالتی کالچرال هست مثل شا، متعلق به شرکت راجرز. یه جوری یه بخشی از کامیونیکیشن و ارتباطات تلویزیونی کانادا به راجرز تعلق داره، یه بخشش به شا تعلق داره. خلاصه و بازم صحبت بوده که ما برنامه ها رو بتونیم در شرق کانادا، یعنی توی اونتاریو و اون طرف هم که پخش بکنیم. بله، پخش میشه. هنوز این قطعی نشده ولی منتظریم که خبرش رو بگیریم که این اتفاق میفته یا نه. ما در واقع تنها تلویزیون آریا، تنها تلویزیون ایرانی کانادایی هستش که در کانال آمنی چنل برنامه داره. درسته. و با کیفیت HD هم پخش میشه برنامه ها و صدای به نوعی کامیونیتی ایرانی هستش در تلویزیون آمنی. این که من میگم صدای کامیونیتی ایرانی، شما خودتون میدونید که چقدر حضور جوامعی مثل چینی ها، هندی ها بله مهمه در چهره فرهنگی کانادا، اون تصویری که ارائه میدن و داشتن همچین در واقع پنجره‌ای و فضایی برای اینکه کامیونیتی ایرانی بتونه حرفش رو از این کانال بزنه و تصویری در واقع خودش منعکس بکنه خیلی اهمیت داره. به خاطر این که خوبه که ما قدر این فرصت رو بدونیم و واقعا چون اصلا خیلی از خانواده هایی که تازه حتی وارد میشن اینجا از این برنامه ها رو بیشتر از طریق یوتیوب دیدن و خیلی از اطلاعاتی رو که ما توی برنامه وایت بورد یا برنامه های شما دادیم از همین طریق اینترنتی بوده که بسیار هم براشون مفید بوده. من خیلی فیدبک های مثبتی هم ازشون میگیرم و میگن اگر ما این اطلاعات رو نمیدونستیم خب خیلی عقب افتاده بودیم، یا دونستن این اطلاعات چقدر به اینا کمک کرده توی این پروسه مهاجرتشون و ورودشون به کانادا. ما اخیرا یه پرومو هم ضبط کردیم توی همین کانال به اصطلاح آمنی که حالا اونم من پخش میکنم اگه موافق باشین. Thank you for your continued trust and support in Omni, delivering news and information to all Canadians. سیشه. سپاس. Your support means more productions in multiple languages. تاجدکا. Your support means more news for your community. Grazie. Vamutseni molt. Your support means more opportunities for all Canadians. Thank you. It means the world to us. This Omni. بله، همینجوری که گفتم بله، این خودتون رو میدونید جامعه هندی و چینی خیلی حضور دارن. بله. حضور پررنگی دارن و در صورت بله. من برگردم سریع این بخش معرفی برنامه رو تموم بکنم. برنامه های دیگه ای که در واقع هستش همینجوری گفتم فقط از توی وبسایت اگه نشون بدن. بله، ما یک شنبه ها ساعت 9:30 صبح و 4 شنبه ها ساعت 1:30 بعد از ظهر هم برنامه پرشن کانادا رو داریم
که اسم فارسیش رو ما گذاشتیم ایرانیان کانادا، اسم انگلیسیش ترجمه دقیقش میشه در واقع کانادای ایرانی. بله، همین چیزی. منظور چیزایی که مرتبط هستش با جامعه ایرانی کانادا. بله، موسیقی ایرانی هم که عرض کردم سه شنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر و چهارشنبه ساعت 9:30 صبح از کانال 116 پخش میشه که گزیده ویدیو هست که گفتم. در هر صورت این وبسایت بخش‌های مختلفی داره. من این صحبت رو بخوام تموم بکنم، ما صفحه فیسبوکمون هم که دوستان اگر که مراجعه بکنن و یه لحظه بله اگه نشون بدیم، بله این صفحه فیسبوک آریا تیوی هم در واقع ما ویدیوها رو میذاریم اونجا و همجور گفتم بیننده ها خیلی زیاد هستن توی فیسبوک، خیلی ها میبینن برنامه ها رو. به سلامت، انشالله که همینطوری شما تو کانال های مختلف برنامه داشته باشین و به زودی آریا تیوی رو رادیو آریا هم داشته باشیم، در آینده بتونیم که گوش بکنیم صدا رو. بذارید حالا همین تلویزیون رو پررنگش بکنیم. نه من امیدواری هستم و دوستان. بله دوستان، بله لطف فرمودن و خلاصه خیلی ساپورت زیادی گرفتیم، حالا بریم ببینیم چی میشه. به امید خدا. خب تابستون داره تموم میشه و ما سر تا سر تابستون رو مشغول کار بودیم. خیلی ها فکر میکنن که چون تو آموزش پرورش هستیم حتما باید تابستون تعطیل باشه. نه متاسفانه، ما که کادر ساپورت هستیم تعطیل نیستیم مگر اینکه مرخصی باشیم، چون هر روز ما ثبت نام داریم. حداقل تو آموزش پرورش ونکوور اینطوریه و مطمئنم شهرهای دیگه ونکوور هم به همین صورت هستش. منتها معمولا ماه آگست شلوغ‌ترین ماه ما هستش. امسال خیلی مسافرها دیرتر اومدن و ما دو هفته آخر آگست و تقریبا یه چیزی حدود 30 تا خانواده جدید فقط برای ثبت نام اومدن و روزی حدود 44 تا تست و ارزیابی برای دانش آموزان داشتیم، ابتدایی و دبیرستان. و خب بچه ها میان تستشون توسط معلم ها انجام میشه و ما که کارمون کار ستلمنت هستش، خانواده های جدید رو میبینیم و اینا رو اینترویو میکنیم. یه کار دیگه هم که ما داشتیم توی ونکوور سکول بورد برگزاری برنامه Now We See بود که Newcomer Orientation Welcoming بود که ما هر سال این برنامه رو آخر ماه آگست برگزار میکنیم که از خانواده هایی که ظرف 6 ماه تا یک سال گذشته اومدن میان و معرفی میکنیم تمام سازمان های غیر انتفاعی رو بینا. و امسال ما حدود 400 تا خانواده به همراه بچه هاشون رو دعوت داشتن و اومدن و داشتیمشون و ازشون پذیرایی کردیم. و در کنار این والدین و بچه ها حدود 100 نفر داوطلبای ما بودن که این داوطلبا شامل پدر مادرایی هستن که خودشون قبلا نیوکامر بودن. ما توی مدرسه اینا رو ترینشون دادیم و در طول سال و حتی بچه ها و دانش آموزای نیوکامری که بودن اومدن، تقریبا ما از ماه می ترین دادن اینا رو شروع کردیم که اینا کمک میکنن. چقدر طول کشید این ترینینگ؟ ریکروت کردن اینا رو ما تقریبا از ماه می شروع میکنیم. هر مدرسه یه سری دانش آموز رو معرفی میکنه. در سال هم دوبار ترینینگ داریم برای والدینی که بچه هاشون مدرسه سکول بورد میاد. تو ماه جون اینا رو ملاقات میکنیم، ترین میبینن، خود این بچه ها میشینن و فرمت کلاسایی رو که میخوان برگزار بکنن رو میدن و در کنارش یه بزرگ سال هم کنارشون هست که ما اینا رو راه نمایی میکنیم. و این برنامه نابیسی تو دو روز برگزار شد. روز اول برای خانواده ها بود و بچه هاشون و روز دوم فقط مخصوص بچه های دانش آموز دبیرستانی بود. که الان حرکت خاصی یا کار خاصی خانواده بود انجام بدن یا نه؟ الان فقط باید صبور باشن خانواده ها. الان منظوری که در صورت الان که ثبت نام تموم شده؟ تموم شده. هنوزم نه، ما ثبت نام رو داریم. توصیه کلیتون الان شاید راجع به ارتباط، حفظ ارتباط با مدرسه باشه برای خانواده ها. ببینید خانواده ایرانی آموزش پرورش ونکوور که توی مدارس دبیرستانیه ونکوور میان یا ابتدایی ها که با من در تماس هستین، همه شما شماره تلفن منو دارین، ایمیل منو دارین، فقط من شرمنده خیلی ها میشم که نمیتونم سریع ظرف دو سه ساعت تلفناتون رو جواب بدم. ولی نه، فقط باید صبر بکنن و ما داریم میگیم معمولا تا هفته دوم همه بچه ها سر جاشون نشستن و کلاساشون مشخص شده و به امید خدا دیگه از 8 سپتامبر همه میدونن کلاسشون کجا هست، کجا باید برن، کدوم مدرسه برن.
یه اتفاق خوبی که تو تابستون افتاد و با عوض شدن دولت، زبان انگلیسی که قبلا ظرف چند سال گذشته برای کسایی که دیپلم داشتن تو کشورهای دیگه باید از کلاس دهم به بالا رو شهریه‌شو میدادن، یعنی برای کلاس رفتن کلاس 11 و 12 بابت هر کلاسی $530 برای ثبت نام میدادن که این برداشته شده خوشبختانه در تمام شهرهای ونکوور، یعنی گریتر ونکوور، برنبی، کوکاتلام، سوری و خود ونکوور، نورت ون و وست ونکوور. و انقدری که شما پرمننت رزیدنت هستید یا سیتیزن هستید یا برای کسایی که پناهندگی دارن اما پناهندگیشون پذیرفته شده، این کلاس ها فری هستش. توی ونکوور ما 3 مرکز در واقع بزرگ سالان رو داریم که الان من یه صفحه روی کامپیوتر دارم، من میشه لطفا نشون بدم اگر که داشته باشین. این قسمت ساوت هیل ایژوکیشن سنتر که صفحه اولش میبینید با قرمز گفته که important great news for all graduate، که این خبر رو داده به تمام کسایی که میخوان اینجا بیان و حتی بچه‌هایی که قبلا تو بریتیش کولومبیا یا جاهای دیگه دیپلم گرفتن و میخوان آپگرید بکنن خودشونو، میتونن که از این برنامه ها استفاده کنن. کاری که شما بعد انجام بدین با برگه ایمیگریشنتون که یا پی آر کارتتونه یا سیتیزنشیپ یا برگه برای کسایی که کانونشن رفیوجی هستن، نامه‌ای هستش به اسم نوتیس اف دیسیژن که تصمیم گیری شده، با این میاین و یه $20 تعیین ساعت میشین، وقت میذارن برای شما، یه مشاوری رو میبینین اونجا و ارزیابی میکننتون که چه لولی رو دارین. معمولا از فاوندیشن لول 1 هست تا لول 7 که وقتی شما لول 7 رو تموم میکنید مساوی گرید 10 و بعد 11 و 12 و اگر دوست داشته باشین میتونید ریاضی، فیزیک، شیمی اینا رو هم بردارید. همزمان با ونکوور سکول بورد یا هر سکول بورد دیگه ای یک سری کالج های دیگه هم برنامه های فری انگلیسیشون رو شروع کردن، مثل ونکوور کامیونیتی کالج هستش، کپیلانو یونیورسیتی هست که اینا خودشون پروسه خودشون رو دارن که معمولا با مراجعه به سایتشون میتونید شما برید و این ثبت نام رو انجام بدید. این سایت آدرسش شما ببینید، اگر برید توی سایت ونکوور سکول بورد و قسمت کانتینیون ایژوکیشن رو برید، من این سفر رو میتونید تمام این اطلاعات رو به شما میده در واقع. درست. خیلی راحت اگر گوگل سرچ هم که بکنید بزنید ونکوور سکول بورد ادالت ایژوکیشن سنتر، 3 مرکز ما داریم. یه مرکزش ساوت هیل که تو خیابون فریزر هست بین خیابون 41 و 42، یه دونه رو به اسم مین استریت هستش که درست تو ساختمون گلادستون سکندری سکول هست و یه دونه هم تو منطقه داونتاون هستش هلمک، اونجا میتونن برن. شهرهای دیگه هم معذرت میخوام، همونجوری که به مراکز آموزش پرورشش برن اگر که ادالت ایژوکیشن داشته باشن این اطلاعات در اختیارشون خواهند گذاشت. دیروز هم یه خبری دولت جدید در واقع بی سی اعلام کرد که هزینه در واقع تحصیل دانش آموزانی که دانشجویانی که در واقع تحت فاستر هستن، اونو دولت تقبل کرده دقیقاً و اونم باز همه اینا رو ارزیابی میکنن، نظر مالی میسنجن که ببینن به چه صورت هستش و این کار رو انجام میدن که خب این خودش خیلی خوبه. تا اونجایی که میتونن دارن سعی میکنن که خانواده ها رو تشویق بکنن و بچه ها رو به رفتن مدرسه، به دلیل اینکه خیلی از بچه ها این برگردوندن وام دانشجویی براشون بسیار سخته و مسئله شده و خیلی از دانشجوها به خاطر این مسئله اصلا دیدن که یا دچار اضطراب شدن یا اینکه اصلا مدارس رو ول میکنن، درس نمیخونن، فکر میکنن که باید اینا رو برگردونن و امیدواریم که این به هر حال یه کمکی باشه. من حالا اگه اجازه بدین برگردم یکی دیگه از برنامه‌ای که الان ما جدیداً ضبط کردیم و پخش می‌کنیم اونو معرفی بکنم، بعد برمیگردیم و 100% یک دو تا مورد دیگه است که باید باهاتون صحبت بکنیم. یکی از برنامه‌هایی که ما اخیراً شروع کردیم مجدداً ضبط و پخش اون رو، برنامه بهداشت روان هست با حضور سرکار خانم پوران پور اقبال که خوشبختانه استقبال خوبی هم شده از این برنامه‌ها. خانم پور اقبال از چند سال پیش یادتون هست اون مستندی که من داشتم کار میکردم راجع به شما، ایشون هم در واقع اومدن کار اول من در واقع اینجا بود تو ونکوور، مستند تاپ ایمیگرانت. بله بعد
چقدر زمان سریع میگذاره خانم انصاری؟ 2013 بوده. اون 2013 بود. 2013 بود. نه ولی پخش میکنیم به زودی. اونم پخش میکنیم و برای خودتون فکر میکنم که خیلی جالب باشه. خانم پور اقبال رو من اونجا بار اول توسط خودتون آشنا شدم باهاشون و از دوستان بسیار فعال و مثمر ثمر هست کارشون برای جامعه ایرانی. اگه بله اگه اجازه بدیم من یه لحظه یکی از ویدیوها رو یک لحظه یه قسمتیش رو فقط پخش بکنم شما که این کار بکنیم من یه چیزی مطلبی بگم. ما بریم توی همین کانال یوتیوبمون و عرض به خدمتتون که اگه دوستان بیان اونجا این کامپیوتر یه خورده بعد ببینید اینجا الان دوباره توی صفحه یوتیوب در واقع آریا تیوی برنامه های خانم پور اقبال و بقیه برنامه ها رو ما داریم. یه تیکه از این برنامه رو من فقط یه زودیم پخش کنم بعد. درود فراوان، پوران پور اقبال هستم، مشاور بالینی و این بخشی دیگر از برنامه بهداشت روان هستش که از طرف آریا تیوی این وقت رو به من دادم و سپاسگزار هستم و بیشتر میخواییم در مورد قدرتمندی فکر. بله ما خانم پور اقبال این برنامه ها رو به اصطلاح عرض بخدمتتون که یکی از مباحث که برای مردم خیلی جذاب هست. حالا شما توضیح میتونیم بدیم؟ بله بله، من با خانم پور اقبال و سازمانشون از 2007 شروع کردیم کار کردن. من جزء کارهایی که انجام میدم باید یه سری اطلاع رسانی و کمک به خانواده ها بشه، به دلیل اینکه بچه ها که میان برعکس اینکه اوایل خانواده ها فکر میکنن که خب همه چی فقط درس و مدرسه است، یواش یواش بعد از اینی که بچه ها میان مدرسه یه هفته ده روز یک ماه که میگذره یه سری مسائل دیگه پیش میاد و من از 2009 شروع کردم یه سری کلاس های پرنتینگ رو تحت عنوان پرنتینگ یا والدگری رو تو مدرسه گذاشتم که از خانم پور اقبال و همکارشون خانم حسنی نژاد دعوت میکنیم و هر ساله میان و اینا برای ما ورکشاپ اجرا میکنن. برنامه های هفتگی داریم، یعنی به صورت 10 هفته 12 هفته بستگی داره که به ما چقدر بودجه بدن. این برنامه رو گذاشتیم به زبان فارسی و واقعا برای والدین مدرسه خیلی خیلی مهم بوده و به دنبال اون حتی من تونستم یه سری کلاس های دیگه برای دانش آموزا بذارم که همچنان امسال هم ما شروع میکنیم فعلا با 6 هفته که من اونو اعلام میکنم که البته این برنامه ها رو چون تو مدرسه ما میذاریم مخصوص والدینی هستش که بچه هاشون تو مدارس شهر ونکوور فقط میان. بسیار عالی. من در صورت بازم دعوت میکنم که دوستان ببینن ویدیوها رو، هم توی تلویزیون توی کانال های هم توی کانال آملی هم توی شا ما میذاریم و پخش میشه، ولی توی یوتیوب هم و توی فیسبوک هم ویدیوها هست. بله ببینن. یکی دیگه از برنامه‌هایی که به غیر از برنامه وایتپورت که با اجرای خودتون ادامه خواهد پیدا کرد، برنامه جدیدی هستش که قبلا با آقای هوشمند مازب می‌کردیم راجع به مسائل مالی و بیزنس. بله. و کل در واقع مسائلی که به بخش مهم زندگی دقیقاً مربوط میشه که اونم به زودی از هفته آینده قسمت اولش رو ما سعی می‌کنیم پخش بکنیم. مجدداً سری جدیدش هستش که اطلاعات کاربردی و خوبی رو ارائه میدن. آقای هوشمندم از فعالان جامعه ایرانی کانادایی هستن در ونکوور. آقای فرامرزی هم وکیل دادگستری، ایشون هم در واقع برنامهشون ادامه پیدا خواهد کرد و که لیگال تیپس یا نکات حقوقی که بسیار مفید هست. من خودم این ویدیوها رو که بعض وقتا حالا جا به جا میکنم یا دوباره شیر میکنم یا این برنامه میذارم، بار آخر داشتم همین ویدیویی که چندین بار ما پخش کرده بودیم نگاه می‌کردم گفتم او عجب نکات خوبی. بله. گفت نکات خوبی گفتن ایشون و واقعا کاربردی بود. این برنامه هم در واقع هستش. یک خانم انصاری، چیزی که راجع به خیلی مسئله مهمی که می‌خواستم در واقع من ازتون بپرسم و شاید خوب باشه اینجا شما اشاره بکنید، راجع به اخبار مهاجرت هست و اتفاقاتی که افتاده
حرف میگم حرف انقدر زیاده دارم نمیدونم کدومش رو بگه، ولی آخرین خبر به ویژه راجع به سیتیزنشیپ و این قانونی درسته. که جدیداً مجدد برگشت به حالت اولیه خودش و امکانات بهتری رو فراهم کرد واسه اینکه بتونن مردم زودتر سیتیزنشیپ بله. خودشون بگیرن. بله همونجوری که همه میدونیم از اگر اشتباه نکنم تاریخ 19 جون 2017 اعلام کردن که قانون 16 بودش این عوض شدش. من سایتش آوردم چون انقدر شما را و نمارتو 21 بود معذرت میخوام خیلی هم ببخشید اونجا بذارید. من صفحه اولش رو که آوردم ببینید این قانونی رو که عوض کردن، اولا نیوزلتر رو شما توی سایت امیگریشن که برین هستش. قانون قبلی به این صورت بودش که شما میباید از 4 سال از ظرف 6 سال گذشته 4 سال اینجا باشید که این برنامه عوض شد از ظرف 5 سال گذشته به 3 سال. یه مطلبی که میخوام به شما بگم این هستش که اون دوال سیتیزنشیپ رایت اوی برداشته شد از همون تاریخی که اعلام کردن 19 جون 2017، این برداشته شد. اما قانون جدیدی که میخوان اجرا بکنن تاریخ جدیدی نگفتن، ولی امید دادن که از پاییز 2017 این قانون 3 سال از 5 سال رو اجرا بکنن. ما امیدواریم همین سپتامبر باشه، سپتامبر یا البته خودشون گفته بودن طرف های اکتبر این کار رو انجام میدن و به این صورت میشه که دیگه عوض این که ظرف اینا قبلا نوتیس ها و اسسمنت های 4 سال گذشته رو میخوان، حالا شده تبدیل کردنش به 3 سال و اینی که حتما باید ظرف این مدتی رو که اینجا بودین باید حتما ممتد 183 روز رو اینجا میموندین اینو برداشتن، که میگم هنوز به اجرا در نیومده ولی اینا تغییراتی بوده که اینا میخوان که اعلام بکنن. و از همه مهمتر اون امتحان زبانی بود که از رنجشو کرده بودن از بچه های 14 سال درست. تا سن بالای 60 سال بود که برگشته به 18 تا 54. که من اگر... این برای امتحان زبانه، این برای امتحان زبانه ده. ولی چیزی که میخوام به شما عزیزان بگم همچنان دونستن زبان یکی از فاکتورهای خیلی مهم ایمیگریشن هستش. برای همین کلاسای لینکو که گذاشتن که میدونم البته خیلی وقتی که الان ثبت نام میکنن لیست انتظاری خیلی طولانی داره، ولی به هر حال حتما این کلاس ها رو شرکت بکنید و سعی بکنید که لول 4 یا 5 لینک رو تموم بکنید. یه اشتباهی که خیلی ها میکنن اینه که اینا اعلام میکنن میگن CLB یا Canadian Benchmark هستش، اونو لول 4 میخوان. بعضی وقتا لول 4 equal to Canadian یعنی مساوی Canadian benchmark نیست. بنابراین اگر شما تا لینک 5 هم میرین یا 6 هم میرین انگلیسی بیشتری یاد میگیرین، ولی تا لینک 4 بیشتر لازم نیست. ندارن، ولی بله. در واقع میگن Canadian benchmark. Canadian benchmark. و چیزی که مهمه 4 در اصل نمره که لازم بیشترم مد نظر اینا تا حالا تا چیز سری قبلی این بودش که سپیکینگ صحبت کردن و شنیداریشون بود، چون یه اینترویو خیلی کوچیک وقتی که میرین امتحان سیتیزن یا بدین انجام میشه. یه تغییر دیگه هم که اینا دارن میدن احتمال خیلی زیاد کتاب تست رو دارن عوض میکنن، اونم مثل این که یه خود دوباره ساده تر داره میشه، هم ساده تر میشه ولی اطلاعاتی که دارن میدن بیشتر ببینید اینوالو شدن شما، دخالت شما رو توی جامعه میخوان بدونن. یعنی به عنوان یه شخصی که شما اومدین و وارد یه کشور جدیدی شدید و کانادا رو انتخاب کردید به عنوان خانه دوم، چقدر اطلاع در مورد کانادا میدونید، چقدر توی فعالیت‌های اجتماعی شما قاطی هستید و میرید و این اطلاعات از شما میخوان. الان حالا شما اشاره کردیم به فعالیت‌های اجتماعی و اینها، الان یه خبر خیلی مهم، حتی خبر خیلی دلپذیری خب نبود طبیعتاً، ولی این آتش سوزی که داشتیم با بله. مجموعه آتش سوزی های طبیعی در تاریخ بریتیش کولومبیا، این ظاهراً از همه سنگین تر بوده. آخرین خبر چی شد؟ این گرمای تابستون هم که امسال رها نمی‌کنه، یعنی نه خب امیدواریم که پاییز زودتر بیاد. و چون یکی از چالش‌هایی که در واقع یا چالش‌هایی که حالا کلمه فارسی رو به کار ببریم، چالش‌هایی که همه مهاجرا به نوعی دارن و به ویژه توی کانادا که یک جامعه فرهنگی به معنای واقعا خاص کلمه هست و چند فرهنگی بودنش بله. یکی از پارامترهای خیلی مشخصه این جامعه هست، حضور و مشارکت جامعه مهاجر بله توی بخش‌های مختلف اتفاقاتی که می‌افته. من میدونم که اعضای جامعه ایرانی هم به نوعی این
دغدغه و نگرانی خودش رو، بغیر از اینکه حالا ممکنه اون بخشی که این آتش سوزی ها داشت وجود داشت که الان من نمیدونم آخرین خبر، ولی واقعا 120 نقطه در بی سی آتش سوزی بود و خب بالاخره ایرانی ها هم طبیعتا یه جایی ممکنه درگیر ماجرا بودن، ولی چون بیشتر جامعه ایرانی توی ونکوور و شهری بزرگ هستن کمتر، ولی حضور خودشون رو حمایت خودشون رو اعلام کردن. دقیقاً و این خیلی خوبه. ببینید ما منظور من از حضور اجتماعی اینه که ما میتونیم یه کار خیلی خیلی ساده انجام بدیم. کمک ما میدین، خیلی وقتا ما فروشگاه میریم و موقعی که داریم خرید میکنیم میان میگن یه دلار میخواین شما دونیت بکنید و این میره برای یه همچین قضیه. این به همین سادگی میتونه باشه. واقعا تو هر فروشگاه این سوال میشه و شما میتونید، لازم نیست هر فروشگاه آدم این کارو بکنه، ولی یک دلار هم خودش این چیه یه جور کمک کرده. فلسفه‌ای که پشتش هست، یعنی منظورم اینه که اون نگاه این هستش که ما همه آحاد این جامعه ایم. اینجا حضور اجتماعی داشتن، فعال بودن توی جامعه، در واقع شناختن بقیه اعضای جامعه خیلی اهمیت داره. دغدغه هم اینجوری نیست که من زندگی خودم رو دارم، کاری به بقیه و زندگی مردم، بیشتر از نظر روی همکاری و همراهی. من اصلا ببینید دلیل این که یه کسانی مثل من توی خیلی از سازمان غیر انتفاعی دارن کار میکنن فقط به خاطر همینه، برای اینکه دیدن که یه کانادایی ممکنه نتونه بیاد به یه ایرانی متوجه بشه مسائل و مشکلات اون چیه. خب آوردن کسایی رو مثل من و حالا از ملیت‌های دیگه توی مدارس گذاشتن و ما کارمون این اطلاع رسانیه که این پروسه مهاجرت رو یه مقداری سبکتر یا آسونتر بکنیم. به هر حال مهاجرت یه همیشه بحثشو کردیم و همچنان داستان خیلی طولانیه و همیشه سخته و سالها با ما هست، نه یه سال نه دو سال، طولانی مدت میاد. ما توی برنامه وایت بورد و تو همین برنامه هم بحث خواهیم کرد. امروز چون برنامه اول هست هم یه خود نامنظم هستیم، همین که مباحث زیاده خیلی طولانی، ولی منظم خواهیم کرد و حتما راجع به مسائل مهاجرت و اخبار مهاجرت ما هر هفته اشاره خواهیم داشت. خودتون. من یکی دیگه از برنامه‌های آریا تی وی رو میخوام معرفی بکنم که الان داره پخش میشه. برنامه‌ای هست که تلویزیون آریا پخش میشه. یک مجموعه مستندی رو من کار کردم چند سال پیش در ایران به اسم آذربایجان. بله. که یک کار مفصلی هم هست، 3 سال وقت گرفت تولیدش و کار سختی هم بود و حالا داستانش خیلی زیاده، تو همون خود ایران هم خیلی دوست داشتن که به نتیجه نرسه و کار نشه و این حرفا شد و انجام شد. الان ما حدود 8 هفته است که این مستند رو و این مجموعه مستند رو از کانال آمنی، اختصاصا از کانال آملی پخش میکنیم، در همون برنامه آریا تی وی که شنبه ها و چهارشنبه ها در واقع پخش میشه، که حدود هر هفته حدود 25 دقیقه از این مجموعه پخش میشه که تا 4 ماه دیگه هم ادامه خواهد داشت. من از اون خواهش می‌کنم که این کلیپ رو ببینیم اگر که بله. ببینید این کلیپی هستش که شروع قسمت فصل سوم این مستندها هست، آتورپاتگان ماد کوچک، که به آذربایجان در دوران ماد و ساسانیان، تا ساسانیان در واقع می‌پردازه، ماد و اشکانی و ساسانیان، که اسم این مجموعه آذربایجان هست و به منطقه شمال غرب ایران میپردازه، ولی مستند ایران شناسی است، راجب فرهنگ ایران، باستان شناسی و تاریخ ایران در واقع ما صحبت میکنیم و اینکه ریشه های در واقع این تمدن ایرانی از کجا هست و چطوری در واقع حتی پیش از هخامنشی ما نشون میدیم که از کجا شروع شده و اومده. کار در واقع عرض کردم به نظر من کسانی که به فرهنگ ایران، به تاریخ ایران و به باستان شناسی علاقه مند هستن خیلی براشون میتونه جذاب باشه. خواهش می‌کنم این رو ببینیم و بعد برمیگردیم، یه نکته کوتاه هست من راجعش خواهم گفت. Thank you.
آقایان خوش آمدن، خسته نباشد. بنده اسمم عزیزه، شهرتم عاشقیه، 92 سال ست دارم، نیم قرن یک سال سن اینجا خدمتون کنم. بسیار عالی. عرض به خدمتون که این آقایی که صحبت کردن، حتی ایشون از این دنیا رفتن، آقای عزیز عاشقی، همونجوری که توی این کلیپ هم گفت، این جایی که ما الان دیدیم تخت سلیمان هست در شهر نزدیک شهر تکاب. تخت سلیمان یکی از سایت‌های عظیم و خیلی مهم باستانشناسی ایران هستش. درسته. و از نظر باستانشناسی اینقدر خیلی اهمیت داره و یکی از سه آتشکده بزرگ در واقع ایران و دوره ساسانی اونجا بوده. بله. جایی بوده که پادشاهان اونجا تاجگذاری میکردن، یعنی برای اینکه این خیلی اهمیت داره. بله. و این آقا 51 سال از عمرش رو اونجا گذروند و به این حفارا و باستانشناسایی که اونجا کار میکردن کمک میکردن. جزو این تیم بود که من خیلی شخصیت جالبی داشت و شیفتش شدم و به اصطلاح آدمی هستش که خیلی حضور مهمی داشته توی این مجموعه، از اهالی بومی همون منطقه هم به نوعی هستش، نزدیک منطقه کردستان هست دیگه، میدونید که اون منطقه تکاب و اینها. این مرزهای جغرافیایی هم بعد از دولت‌ها در واقع ایجاد میشن، همیشه اون محدوده بوده، بعدن اتفاق افتاد. حالا حرفم این هستش که من دعوت میکنم باز هم دوستان رو، این فرصتیه که این مجموعه دیده بشه. یک نفر امروز دیدم توی اینستاگرام نوشته بود که یه دختر خانومی از ایران بود، من همین کلیپو گذاشته بودم، نوشته بود که واقعا ایرانیان کانادا به دیدن همچین برنامه‌ای علاقه‌مند هستن که شما اینو پخش می‌کنین. من فکر می‌کنم که هر کسی که به فرهنگ ایران، به تاریخ ایران به علاقه داشته باشه، به این برنامه میتونه علاقه داشته باشه. والا اینطوری نیستش که ما توی کانادا همش در حال رقص و آواز و نمیدونم مجلس و گردش و اینجوری نیستش، اینا نیست. اتفاقا توی کانادا چون کشور هستش که به چند فرهنگی بودن احترام میذاره، بله درسته، به نوعی اهمیت دادن به اون فرهنگ بومی کشوری که ازش شما میاید هم خیلی مضاعف اهمیت داره. همینطوریه که میگین، من خیلی وقتا با سر کار دور میز نهار که نشستیم، خیلی از همکارای من از اخبار ایران میدونن، خیلی چیزا راجع به کشور ما میدونن و سوال میکنن از من که رفتن و خوندن. خب ما به هر حال حداقل بیسیک لنگویج ابتدایی همدیگر به همدیگه یاد میدیم چجوری سلام بگیم به زبانهای مختلف، خیلی بر من جالبه و چیزایی که توی تلویزیون میبینن و خیلی از همکارای من برنامه های ما رو میبینن، زبان ما رو متوجه نمیشن ولی زیرش کامنت میذارن که ما نمیدونیم شما چی میگین ولی مطمئنم مسائل خوبی رو دارین مطرح میکنین. ما همینجوری که مثلا به باستانشناسی ایران، به تاریخ ایران توجه بله. داریم، به موسیقی ایران، به رقص ایرانی، به نمیدونم به مسائل فرهنگی که در ارتباط با ایران هست، به سینمای ایران. ما اینجا پارسال حالا در کنار فعالیتی که به نوعی راجع به سینما حالا خیلی کم انجام میشد اینجا، ولی کانون فیلم ونکوور رو تأسیس کردیم، خود شما اومدین تو نمایش ها بودین، چندی برنامه ضبط کردیم، پخش کردیم. بله. این هستش که در اصل فرهنگ ایران خیلی متنوع هست و غنی هم هست و به نظر من اون چیزایی که به باستان شناسی مربوطه و به ویژه منطقه خیلی مهمی مثل در واقع آذربایجان، به دلایلی که در همون مجموعه گفته میشه و من بازم دعوت میکنم که دوستان بله ببینن حتما. اون برنامه ها رو دنبال بکنن، این پی وی آر رو اگه تنظیم بکنن دوستانی که توی ونکوور هستن بعد بعضی وقتا بد نیست حالا یه نیم ساعت اون برنامه رو، اون قسمتی که برای تو آذربایجان هست ببینید، به نظر من چیزای تازه‌ای توش پیدا میکنه. فقط بخوام بگم که یکی از کارهایی که ما توی این تابستون هم انجام دادیم، اگر که لطف کنید این وبسایت هم نشون بدید، بله، لیا فلا از دختران هنرمند و جوان فعال ونکوور هست که یادتونی که شما خودتون رو میگفتیم ما چرا مصاحبه نداریم با لیا، دقیقاً بله بعد دیگه پیش اومد برای اینکه لیا انتخاب شده بود به عنوان میس ونکوور و من فقط میخوام این کلیپ هم یه تیکش رو ببینیم با اینکه چند وقت پیش پخش شد از تلویزیون، ولی به خاطر اینکه تنوعی ایجاد بشه و دوستان بدونن که ما خیلی متنوع کار میکنیم، سعی میکنیم برنامه اون هستش. بله اینم اگر که لطف کنیم یه لحظه ببینم.
شهری تا یافلا، این فاصله، این نشون میده که ایران چقدر و فرهنگ ایران متنوع و گسترده است و این ایران ها در واقع فعالیت خیلی متنوع دارن. یعنی نمیدونم، هم جالبه همین که این ساینس ورده رنگ بله بودن. چقدر هم زیبا شده اسفن برگودم زمین بلازی بودم کندا پلیس این یکی از ایونت هایی که صحبت زیاده. اگه برگردیم به استودیو بعد ما تایم برنامه هم در واقع الان مدتی تموم شده، حالا باید ادیت کنیم و کوتاه بکنیم، ولی حرف زیاده. منم مواردی که یادداشت کرده بودم میمونه، یه بخشیش رو باید تکرار بکنیم، ولی تو همین برنامه بازم دعوت میکنم که برنامه رو از هفته بعد ببینید. حتما خانم انصاری هم قول میدن، منم قول میدم که منظم باشیم و هر هفته این پخش بشه این برنامه. بعدن هم لایک خواهد شد، خیلی اتفاقا قراره بیفته که حالا به مرور حتما. بازم خوشحالم یه بار دیگه هستم در خدمتون. طبق معمول دوست داریم فیدبک های شما رو بشنویم، اگه وقت سوالی چیزی هستش اگر بر ما بفرستین و بخواین در موردش اطلاعاتی بدونین، خوشحال میشیم که تو این برنامه برای شما یا برنامه های وایت بورد به این سوالات جواب بدیم. ایمیل ما info@ariatv.ca و شماره تماسمون هم 604-396-1919 که تلفن پیامگیر هست، میتونن نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودشون رو طبق معمول بذارن برامون. بله. تا یه برنامه تکراری ما پخش میکنیم فوری تلفن میزنن چرا تکراری رفتیم. بله، خوشحال شدیم که باهاتون بودیم و منم به هر حال چون از روز سه‌شنبه این هفته در واقع برنامه مدارس شروع میشه برای شما دانش آموزان عزیز و پدر مادرای عزیز، سال تحصیلی خیلی خیلی خوبی آرزو میکنم برای همتون، موفقیت میخوام و پاییز رو خیلی خوب شروع بکنید. همینطور روز و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.